عزیز بینندگان محترم سلام عرض می کنم خدمت شما خوشحالم که امروز 16 همین جلسه در خدمت شما هستم تا در رابطه با درس های مهم خدمات شبانی صحبت کنم این درس ها در رابطه با مشاوره شبانی بوده مخصوصا در این دو سه جلسه آخر مشاوره شبانی درس مهمیه خودش یک دنیای وسیعه ما فقط به کلیات این مطلب اشاره می کنیم و کلیدی میدیم دست شما که شما این موضوع مشاوره را به طرز وسیع تر در کتب دیگه دنبال کنید اما در رابطه با خصوصیات مشاور که علاقه و صداقت و درک بود صحبت شد و بعد به روش های مشاور اشاره شد که روش توجه را در نظر گرفتیم که خیلی مهم بود بعد از روش توجه روش گوش دادن هست اصلا من رو گذاشتم خدمت گوش دادن کلام خدا در کتاب یعقوب باب یک آیه 19 میگه هر کس در شنیدن تند باشه در گفتن آهسته و در خشم سست باشه ولی در شنیدن تند خدا دو تا گوش به ما داده که دو برابر بیشتر از آنچه که میخواییم سخن بگیم بشنویم ما اگه میخواییم مشاور موفقی باشیم در خدمت شبانی باید سراپا گوش باشیم که مشورت که پیش ما میاد بتونه حرفای دل خودش رو با ما در میان بذاره منطقه برای اینکه این گوش دادن رو کمی برای شما بشکافم میخوام به این سوال جواب بدم که نحوه مؤثر گوش دادن چیه؟ ما نه فقط باید حرفای طرف مقابل رو گوش بدیم بلکه برای اینکه به طرز موثرتر و مفیدتر بفهمیم باید اجازه بدیم که مشورت ما راحت و آزاد مطالب خودش رو پیش ما مطرح کنه به هر شکلی که خودش مایله و رشته کلامش رو قطع نکنیم اگه حتی باب میل ما هم نیست و ما زیاد راضی نیستیم از نحوه صحبت او عکس عمل منفی که نشانه حاکی از محکوم کردن مشورت خواهنده باشه بروز ندیم به حالت هایی که غیر طبیعیه و شرایط بحرانی اون مشورت را نشون میده روشهایی را نشون میده یا رفتارهایی هایی را نشون میده یا, می یا صحبت میکنه که غیر قابل کنترله یا میلرده یا گریه میکنه یا میفته زمین یا مدتی ساکت میمونه ما اینها رو باید خیلی خوب درک کنیم و او را محکومش نکنیم و مذمتش نکنیم به مشورت اجازه بدیم احساسات خودش رو خیلی راحت پیش ما تخلیه کنه درد دل بکنه اشک بریزه سکوت میخواد بکنه بکنه و ما عجله نکنیم در این قسمت که همه چیز رو یک جا بگه بذاریم که با راحتی خیال پیش ما حرف بزنه حتی اگه میخواد مدتی گریه کنه اتفاقا به شما بگم مشورت خواهی که میتونه پیش شبان کلیسای خودش گریه کنه و خودش رو تخلیه کنه این علامت خوبیه برای موفقیت اون شبان نه فقط حرفایی رو که میگه گوش بدیم بلکه اون حرفایی رو هم که میخواد بگه ولی نمیتونه بگه اون صحبت هایی که قادر به بیان آن نیست مشاور موفق کسیه که بتونه اونا رو هم درک کنه یعنی بتونه بفهمه ناگفتنی ها را هم و این خوب شاید برای شما الان سوال پیش بیاد مگه ما خدا هستیم که بتونیم از اسرار درونی افراد با خبر باشیم درست ما نیستیم ولی اگر ما با روح القدس صمیمی باشیم و در دعا باشیم خداوند بعضی چیزها را در رابطه با زندگی مشورت خواه از مخصوصا قسمت درونی او برای ما آشکار خواهد کرد و ما احتیاج داریم به اینکه روح القدس آشکار کنه و البته اگر با خود مشورت خواهم صمیمی باشیم به اون نزدیک باشیم او میتونه اسرار خودش رو هم به ما بگه میگن یک زن و شوهر پیری بودن که خیلی با هم صمیمی بودن و خیلی همدیگر رو دوست داشتن مرده در اتاق داشت روزنامه میخوند زنم در روبروش نشسته بود داشت بافندگی میکرد بعد از چند دقیقه مرد روزنامه رو گذاشت پایین و به چهره خانومش نگاه کرد در حالی که او ساکت بود گفت خانوم دقیقا من با آنچه که شما دارید فکر میکنید موافق هستم او هنوز هیچ حرفی نزده بود فقط داشت فکر میکرد ولی همسرش از نگاه به چهره او فهمید که او چی داره فکر میکنه آیا فکر میکنید چنین چیزی بتونه در روابط زوجین در روابط یک مشاور و مشورتخواه نیز وجود داشته باشه بعضی ها میگن چرا نمیگی چی میخوایی؟ در جواب میشنوه همه چیز با گفتن نیست تو خودت باید میفهمیدی من چی میخوام پس خیلی مهمه که نه فقط بشنویم بلکه درک کنیم نه فقط با گوش بلکه با چشم با تمام حواس متوجه حرکات او متوجه طرز حرف زدن او متوجه تون صدای او متوجه تغییرات قیافه او و متوجه تغییرات احساسات او باشیم اینا هر کدوم برای ما یک پیام جداگانه ای داره در موقعی که مشورت مشورت سخن میگوید به هیچ چیز دیگری توجه نکنیم خیلی با اعصاب راحت و آرام پیش او بشینیم و هر فکر و فکر و عکس درونی که بر ضد مشورت خوانده میخواد در ما ایجاد بشه از خود دور بکنیم تا خلالی در این مورد به وجود نیاد بیلیگراهام واعظ معروف جهان میفرماید راز شادمانی و پیروزی زندگی مسیحی در این نیست که هر چه علاقه دارید آن را انجام بدید بلکه بیاموزید تا آن چه باید انجام بدید به آن علاقمند باشید این خیلی مهمه که ما خودمون رو تربیت بدیم که بریم تو دنیای اون مشورتخوا و علاقمند بشیم به مسائل و مشکلاتی که او داره محبت یک تصمیمه محبت یک چیز ارادیه فقط یک چیز عاطفی نیست و ما در این قسمت جنگ داریم ما باید اطاعت کنیم از فرمان عیسی مسیح که به ما گفته یکدیگر رو محبت کنید و خودمون رو تربیت بدیم و در اون مسیر قرار بگیریم که میتونیم این شخص رو محبت کنیم و میتونیم او را بفهمیم و میتونیم او رو کمک موثر بکنیم بنابراین علاقه ما به مشورت خواهنده به طرز فکر و رفتار او ربطی نداره ضمناً یکی دیگه از نحوه های خوب گوش دادن اینه که موقعی که مشورت داره حرف میزنه ما در روح دعا به آنچه که او میگه گوش بدیم منظور من این نیست که چشما ببندیم مشغول دعا بشیم نه با چشمای باز ولی در ضمن این که از او گوش میدیم از خدا هم کمک بخوایم گوش به زنگ صدای روح القدس باشیم پولس رسول میگه برای ما دعا کنید تا خداوند سر انجیل را برای ما بشکافه و حقیقت را برای ما روشن بکنه مشکلاتی که معمولا اجازه نمیده مشورت دهنده حرفای مشورت خور رو خوب گوش بکنه و یا خوب اونو بفهمه معمولا اینها هستن بدون گوش دادن کافی فورا وارد مرحله نظر دادن و نصیحت کردن بشه. در نتیجه مشورت خور نمیتونه مشکلات و ناراحتی های خود رو به طور کامل برای ما بیان کنه چون ما هنوز نذاشتیم حرفاش رو برای ما بزنه ما فوری نظر میدیم بعضی از روانشناسان خیلی برجسته دنیا کارشون فقط اینه که اجازه میدن که مریض پیش اونا بیاد و فقط حرف بزنه و اونا هم فقط گوش بدن سراپا گوش بدن و با علاقه تمام از اونا سوالاتی بکنن که اونا جواب بدن کار دیگه ای نمیتونن انجام بدن داروی درمانی ندارن ولی همین گوش دادن خوب و صحیح و سالم یک درمانیه برای آن مریض اگه بخوایم با بیمیلی و فقدان رغبت و علاقه به حرفای مشورتخا گوش کنیم موفق نخواهیم شد اگر زیاد حرف بزنیم بدون تعمق کافی و با عجله و شتاب تصمیم بگیریم این علامت اینه که در علم مشاوره شخص پخته و واردی نیستیم همینطور خستگی و بیحالی وقتی داریم در حین مشورت نمیذاره که ما بتونیم گوش دادن مؤثر را انجام بدیم پس حتما قبل از اینکه مشورت بدید به یک نفر روز قبلش یا دو سه ساعت قبلش کمی ریلکس باشید استراحت بکنید فکرتون کمی آرام, آرام باشه از استراب ها دور باشید که بتونید در دنیای او تعمق داشته باشید دومین روش پس از توجه واقعی و گوش دادن عمیق تشخیص صحیح به وسیله ریشه یابی موضوعی باشه دقت کنید عیسی مسیح همیشه با ریشه مشکلات و ریشه مصائب انسان ها کار داشت مسیح به شاخه ها نمی چسبید. به ریشه کار داشت مسیح با جاده اصلی کار داشت نه جاده خاکی به مسائل جانبی توجه نمی کرد و ما اگه می در این رابطه نمونه های از عیسی مسیح را که بهترین و بزرگترین مشاور ماست نگاه کنیم توجه داشته باشید به کلیسای افسوس مکاشفه باب دو آیه چار و پنج مسیح به این کلیسا میگه ای کلیسای افسوس تو با وجود اینکه صبر داری ایمان داری استقامت داری وفادار هستی نسبت به من ولی یک مشکل بزرگی در تو میبینم و اون اینه که تو عشق قبلی تو محبت نخستین تو نسبت به من ترک کردی ولی این درد اصلی نیست این مظهر درده مسی میگه ریشه این درد یک جای دیگه است چون در آیه پنج میگه به یاد بیار که از کجا افتادی و توبه کن و اعمال نخست را به عمل بیار ببین پای کی وسطه چه چیزی باعث شده یا چه کسی باعث شده که تو دیگه مثل سابق منو دوست نداشته باشی اون ریشه رو پیدا کن همینطور در رابطه با زن سامری در انجیل یوحنا باب چهار اگه داستان رو خوب بخونید در ضمن اینکه مسیح بسیار محترمانه با این زن سخن میگه در وسط های صحبت وقتی این زن از مسیح خواست که آب حیات رو به او بده مسیح خیلی معدبانه دست گذاشت به گناه او به جایی که مانه بود گفت برو شوهرت تو صدا کن و این زن گفت من شوهر ندارم و عیسی مسیح گفت تو راست گفتی شوهر نداری چون پنج تا دا قبلا داشتی و این یکی را که داری شوهرت نیست بنابراین محترمانه مسیح دست گذاشت روی جایی که این زن مشکل داشت و مانع بود و البته میبینیم چطور این زن متوجه گناه خودش شد و چگونه توبه کرد و به مسیح ایمان آورد و چقدر نتیجه با شکویی از بشارت خودش به جا گذاشت در یک داستان دیگه که باز از عیسی مسیح یاد میگیریم شخص دولتمند مذهبی پیش مسیح میاد و میگه چکار بکنم که وارد حیات جاودانی بشم مسیح میگه احکام را میدونی و احکام را نام میبره ولی فرمان دهم ده را از ده فرمان که تمام عورز را نام نمیبره و این شخص میگه که من همه اینا را از بچگی نگه داشتم مسیح میگه تو راست میگی ولی تو رو یک چیز ناقص است دست میذاره رو همان جایی که مشکل داشت یعنی طمع ولی به او نمیگه مستقیما تو تمه کاری میگه برو تمام اموال تو بفروش بده به فقرا بعد بیا دنبال من البته این شخص دیگه ناراحت میشه ترش رو میشه چون خیلی وابستگی مالی داشت دست میذاره به همان جایی که اون مشکل داشت و این کاریه که یک مشاور باید انجام بده ما بسیاری از وقتا با چیزهایی که فرعی جانبی شاخه هاست مسائل اساسی و بنیادی نیست مشغول میشیم و از این جهت نمیتونیم درد را به طور واقعی درمان کنیم بیشتر مسکن میدیم و دوباره درد سر جاشه بعد از ریشه این قده سرطانی رو برکنیم و بندازیم دور و از بزرگترین نقشه های شیطان اینه که فکر مردم را و فکر مشاورین را به امور فرعی و جانبی جلب کنه تا هیچ وقت به مشکل اصلی و خود ریشه نپردازم. مشاور حکیم نیز باید برای تشخیص صحیح مشکل به موضوع بنیادی که این مشورت خواه گرفتار آن هست توجه بکنه برای انجام این کار باید مثل یک طبیب حاضر که آزمایش های متعددی انجام میده تا بیماری واقعی را تشخیص بده او هم پس از بررسی و تحقیق همه جانبه به موضوع مشکل اصلی او بپردازه گاهی وقتا ممکنه مشاور لازم بشه که برای رسیدن به ریشه اصلی مدتها زمان ببره و او حوصله نکنه و نصف کاره بخواد به نتیجه برسه که البته به نتیجه نخواهد رسید باید زمان کافی بده تا بتونه نتیجه نهایی رو بگیره انسان ارزش داره عزیزان انسان یک موجود پیچیده ای. انسان یک جوجه سخاری نیست که شما بذارید تو دستگاه از اون طرف بپزه بیاد بیرون انسان یک موجودیه که برای رسیدگی به او و ساختن شخصیت او زمان لازم داره و از این جهت مشاور بایستی به این زمان کافی به اندازه لازم برسه و ضمنن واقعا باید از روح خدا کمک بخواد مشاور تا به وسیله مخصوصا عطایای روح القدس به خصوص عطای کلام حکمت و کلام علم او را در تشخیص ریشه اصلی مشکل کمک کنه خب پس از سه روش مهم توجه کردن و گوش دادن و تشخیص ریشه مشکل ما میرسیم به روش چهارم زندگی مشاور یا خدمت مشاور در رابطه با مشفرت خواه عکس عمل مشاور در رابطه با این نکته اینه که او بتونه خیلی واکنش خوبی نشون بده حالا که ریشه مشکل را پیدا کرده ما از کتاب مقدس و از علم مشاوره نه تا واکنش یا نه تا عکس العمل مشاور را میخوایم با هم بررسی کنیم که چگونه اون میتونه به کمک مشورت خواه رسیدگی بکنه اولین عکس العمل او راهنمایی کردن مشاوره اینا به ترتیب همان و هر کدوم یک هدف خاصی را دنبال میکنه پس راهنمایی کردن اولین عکس مشاوره در رساله کولسیان باب سه آیه 6 میگه با کمال حکمت یکدیگر را پند و تعلیم بدیم پس مشورت دنده خوب به وسیله راهنمایی مشورت می میتونه رشته سخن را به مجرای سمر بخش رهبری بکنه این کار چطور عملیه بعضی وقتا شاید لازم باشه سوالات کوتاهی بکنه مانند اینکه لطفا یه کمی بیشتر توضیح بدید بعد چی شد مقصودتون از این حرف چی بود خب ببینم اون چی گفت واکنش شما چی شد ادامه قضیه چگونه دنبال شد نتیجه کار به کجا رسید این سوالات کمک میکنه که مشاور بتونه یک راهنمایی درستی بکنه که مشورت خواه از مسیر اصلی خارج نشه به اصطلاح سرنخ رو در دست داشته باشه پس هدف از انجام روش راهنمایی اینه که مشورت خواهنده بداند مشورت دنده او را درک میکنه یا در تلاش است که او را درک بکنه دومین عکس عمل او اینه که در قسمت اظهار همدردی و تسلی کنار او باشه در مورد عیسی مسیح خداوند در رساله ابرانیان باب چهار آیه پونزده نوشته شده ما رئیس کهنهای نداریم کاهن اعظمی نداریم که نتونه همدرد ضعف ما بشه بلکه منجی داریم مثل عیسی مسیح که در هر چیز مثل ما شده که بتونه با ما واقعا همدرد بشه و تسلی دهنده ما باشه مشاورم باید مانند خداوند خودش رعوف و دلسوز باشه خدمت همدردی و خدمت تسلی از مهمترین خدمات مشاور شبانیه برای اینکه ما بتونیم همدردی لازم را و تسلی لازم را انجام بدیم باید خودمون رو جای مشورت خواه قرار بدیم این خیلی مهم عزیزان که شما نه فقط بشنوید و بفهمید خودتون رو بذارید جای اون شخص بیچاره جای اون درماندگی جای اون سرگردانی جای اون بیماری جای اون بلا تکلیفی که او گرفتار آن هست جای اون بحران و تلاطمی که او توش مونده برید تو دنیای او میدونم رو شما فشار میاد میدونم براتون سنگینه که بخواید وارد دنیا او، دنیای او بشید ولی اگه ما میخواهیم مشاور خوبی باشیم باید ضمن اینکه مسلط باشیم بر خودمان اما وارد دنیای او نیز بشیم با طرح جملات کوتاه در حین شنیدن از مشورت هم همدردی خودمون رو نشون بدیم مثلا به او بگیم واقعا وضع مشکلی داشتید من کاملا شما رو درک میکنم عزیزم من هم چنین مشکلاتی را داشتم چقدر بحرانی این وضع خدا کمک خواهد کرد تا این مشکل حل بشه ما شما را تنها نمیذاریم به کار بردن این کلمات و این جملات و مشابه اونها کمک میکنه که مشورت خواهنده بدانه که او تنها نیست بلکه مورد حمایت و پشتیبانی مشاور قرار داره ضمنا یکی دیگه از راه های تسلی که شما به مشورت خوب بفهمانید که نه فقط خودش بلکه همه مردان خدا همه زنان کتاب مقدس زنان ایمان اونها نیز از چنین فشارها و سختی ها و بحران های عبور کردن مانند حضرت ایلیا که قهرمان ایمان بود در اول پادشاهان باب 19 میبینیم که چقدر ترسید و چقدر خود را تنها دید و از ایزابل زن اخاب فرار کرد چون قصد جان او را داشت و میبینیم که منزوی شد و زندگیش حتی خسته شده بود و به خدا میگفت منو بکش من دیگه نمیخوام زنده بمونم و او میره در یه غاری خودش اونجا محبوس میکنه خود عیسی مسیح مگه همین وضع رو روی صلیب نداشت تنهایی رو مگه تجربه نکرد مسیح روی صلیب فریاد کرد الهی الهی چرا مرا ترک کردی چون سراپا گناه شده بود و اون رابطه پدر و پسری به هم خورده بود به خاطر ما موقتاً این رابطه رو از دست داد تا بتونه ما رو به پدر آسمانی نزدیک کنه دیوید ویلکرسون میگه تا شما به جایی نرسید که مثل عیسی مسیح فریاد نکنید الهی الهی چرا مرا ترک کردی هنوز مسیحی نشدید هنوز شبیه مسیحی نشدید مشاور باید فلسفه درد و رنج را و برکت آن را و نتایج خوب آن را به مشورت ها منتقل کنه تا او فقط جنبه های منفی آن را نبینه بلکه بدونه که خدا علت اینکه گذاشته او از این درد و رنج و مشکلات عبور کنه برکتی داره برای او نقشه داره پیامی داره درسای عملی داره که میخواد به او یاد بده یک واعظ بزرگی میگه خدا ما را از مشکلات نمیرهاند بلکه ما را از مشکلات عبور میده و بعد میرهاند همینطور که پتروس رسول در اول پتروس باب پنج آیه ده میگه خدای همه فیضها که ما را به جلال ابدی خود در عیسی مسیح خوانده است شما را بعد از کشیدن زحمتی غلیل کامل و استوار و توانا خواهد ساخت و اما در قسمت اکسالعمل سوم مشاور نسبت به مشورت روش سوال کردن را میبینیم چگونه باید سوال کرد که مؤثر واقع بشه چون اگه ما حکیمانه سوال نکنیم ما نمیتونیم مشاور موفقی باشیم سوال کردن ما باید به این شکل باشه که سوالاتی را بپرسیم که مشورت بتونه درباره آنها توضیح بده و فقط با بکار بردن کلمه بله یا نه اکتفا نکنه مثلا به جای اینکه شما بپرسید از او ازدواج کردید یا نه اونم بگه بله یا نه شما بگید که بهتر کمی درباره وضعیت خانوادگی خودتون صحبت کنید اشکالی نداره من کمی شما و خانوادهتون رو بشناسم به جای اینکه بپرسید چقدر حقوق میگیرید بپرسید وضع اقتصادی شما چگونه است این خیلی محترمانه تره و ضمنا سبب میشه که او بتونه توضیح بیشتری بده البته شما باید مواظب باشید چنانچه مشورت حاضر نیست به بعضی از سوالات شما جواب بده یا مایل نیست شما او رو در فشار و سختی قرار ندید ممکنه بعدا بتونه درباره آنها صحبت کنه ولی ابتدا به ساکن یا در همون ملاقات های اولیه ایشون همه چیز رو رو نکنه پس بنابراین همیشه به او بگید چنانچه مایل هستید جواب بدید مشورت دنده طوری حکیمان سوالات خودش رو مطرح کنه که مشورت خواه گمان نبره مشاوره او میخواد وی را محکوم کنه یا مذمتش کنه یعنی فکر نکنه اونجا دادگاهه بلکه بدون اونجا یک شفاخانه است اونجا اومده پیش یک مطب یک روانپزشک روحانی پیش یک پدر روحانی برای درمان روحانی هدف اصلی از مطرح شدن روش سوالات اینه که مشاور بتونه به ریشه اصلی مشکلات چنان که قبلا اشاره کردم بپردازه و دقت کنید از روش سوال کردن عیسی مسیح هم چقدر زیبا استفاده میکرد من برای نمونه میخوام از انجیل مرقس باب هشتم خدمت شما بخوانم این یک نمونه است از اینکه عیسی مسیح چگونه از طریق روش سوال کردن به شاگردان درس عملی می آموخت انجیل مرقس باب هشتم از آیه 16 هم می خونم وقتی که مسیح البته به شاگردان گفت که از خمیرمایه فریسیان و خمیرمایه هیرودیس احتیاط کنید و یک مفهوم روحانی داشت که من وارد اون نمیشم شاگردان خوب نفهمیدن مفهوم عیسی مسیح را و میگه با خود اندیشیده گفتن از آن جهت است که نان نداریم اما عیسی فهم کرده به دیشان گفت چرا فکر میکنید از آن جهت که نان ندارید دقت کنید این سوالات مسیح را چقدر اینها را به فکر فرو میبرد آیا هنوز نفهمیده و درک نکردید و تا حال دل شما سخت است آیا چشم داشته نمی بینید و گوش داشته نمی شنوید و به یاد ندارید وقتی که پنج نان را برای پنج هزار نفر پاره کردم چند سبد پر از پاره ها برداشتید بدو گفتن دوازده وقتی که هفت نان را به جهت چار هزار کس پس چند زنبیر پر از ریزه ها برداشتید گفتندش هفت به دیشان گفت چرا نمیفهمید دقت کردید تو همین پاراگراف کوچیک فکر میکنم ده تا یا یازده تا سوال وجود داشت و در حقیقت سوال و جواب بود و مطمئنم شاگردان هیچ وقت این سوالات مسیر را و جوابهایی که اونها دادن فراموش نمیکردن از این جهت در روش مشورت باید سوالات مناسب و مفید سوالاتی که حقیقتاً شما را به نتیجه و هدف برسونه بپرسید در کتاب اعمال رسولان هم باب هشتم آیه سی و سی و یک میبینیم که فیلیپوس از خاجسترهای حبشی سوال میکنه وقتی که میخواد او را خدمت کنه و کمکش کنه سوال مهمی ازش میپرسه میگه ببینم آیا آن چرا که میخوانی میفهمی چون اون داشت کتاب مقدس رو میخوند و اشعیا باب 53 رو میخوند و البته خاجسترهای حبشی به فیلیپوس میگه از کجا بفهمم اگه کسی برای من شر نده و اینجا خود به خود زمینه آماده شده برای ادامه صحبت بنابراین شما نیز برادران و خواهران عزیز از همین روش استفاده بکنید ما شما را به خدا میسپاریم تا جلسه آینده به امید اینکه همه شبانان عزیز که این درس ها رو میشنوند از همین روش ها برای خدمت مقدس و مبارک مشاوره استفاده کنند. خدا همراه شما باشه.